پاسخ به تاریخ محمد رضا پهلوی زادروز 1298 و درگذشت 1359 هجری شمسی به یادبود همه شهیدان همه زنان و مردان ایران زمین که به خاطر میهن جان باختند این کتاب نوشته شد و به آنان اهدا می شود این کتاب در شهریور 1358 هجری شمسی در کوئرناواکای مکزیک به پایان رسیده به قلم محمد رضا پهلوی پادشاه ایران دیباچه اندکی بیش از یک سال پیش آخرین کتاب من در تهران انتشار یافت کتابی سراسر امید که در آن دیدگاه‌ها و طرح‌های خود را درباره آینده ایران به ملتم عرضه داشتم آرزوی من این بود که آینده ملت ایران افتخارآمیز، سعادتمند و پر رونق باشد آینده‌ای فراخور تاریخ چند هزار ساله کشورم که همواره یکی از سازندگان اصلی تمدن جهانی بوده است آرزو داشتم که در آستانه هزاره سوم ایران کاملا نوسازی شده اقتصادش پر رونق جامعهش متحول و پیشرو باشد مردمش از یک سطح آموزش مترقی برخوردار باشند و نظام سیاسیش حکومت بر قوام مردم یعنی بر یک دموکراسی واقعی استوار باشد آرزو داشتم که نسل‌های آینده ملتم با سربلندی و غرور مقام والایی را که شایسته آن است در خانواده بزرگ انسانی به دست آورند و نقش و مسئولیت خود را در جهان ایفا کنند. امیدوار بودم سیاهی‌های قرون وسطایی را که 50 سال پیش ایران از آنها نجات یافته بود برای همیشه از میهنم دور کنم و حکومت روشنایی و روشنبینی را که چکیده تمدن و فرهنگ ایرانی است برای همیشه پابرجا سازم. در تمام مدت پادشاهیم من فقط به خاطر این آرمان بزرگ زیستم و کوشیدم. آرمانی که در شرف تحقیق یافتن بود. برای رسیدن به این آرمان بزرگ به سختی کوشیدم. با دشواری‌ها و موانع بسیار مبارزه کردم. با توطئه‌ها و تحریکات فراوان مواجه شدم با شرکت‌های بزرگ و توانای خارجی و کارتل‌های چند ملیتی ستیز کردم حال آنکه بسیاری از مشاورانم مرا از این مبارزه برحذر می‌داشتند ممکن است من در طی دوران سلطنتم اشتباهاتی مرتکب شده باشم اما کوششم برای عظمت و اعتلای ایران هرگز خطا نبود هدف من از نوشتن این کتاب این است که نشان بدهم چرا در این راه تلاش و ایستادگی کردم نشان بدهم که چرا و چگونه کوشش کردم جامعه ای بر اساس عدالت اجتماعی و نه منازعات طبقاتی پیریزی کنم جامعه ای که در آن همه گروه ها و طبقه ها به یکدیگر وابسته و همدل باشند حسن تفاهم با همه کشورهای جهان چه دنیای غرب چه کشورهای سوسیالیست و چه ممالک جهان سوم به من امکان داد که در صلح و صفا این کوشش را برای ساختن ایرانی با تمدن بزرگ انجام دهم وظیفه خود می دانم در این کتاب نشان دهم چگونه اکنون برای اضمحلال ایران کوشش می شود و می خواهند آنچه را در سایه تفضلات الهی و به شکرانه شوق و شور و کوشش صمیمانه ملت ایران به وجود آمده است به دست گروهی غیر مسئول نابود سازند این پاسخ من به تاریخ خواهد بود قسمت اول از ایران دیروز تا ایران امروز فصل اول از قسمت اول درس هایی از گذشته برای پاسخ به تاریخ باید آن را شناخت و دریافت. ایران که از 3000 سال پیش تا کنون همواره کشوری پادشاهی بوده است، در طول تاریخ خود نشیب و فرازهای بسیار دیده و دورانهای روشن و تاریک را پشت سر گذاشته و با خطرهای بزرگ رو در رو شده است.
هیچ ملتی نمیتواند تنها به خاطر گذشته خود زندگی کند و بدون گذشته خود نیز نمیتواند پایدار بماند. ملتی که به گذشته خود وابسته و دلبسته نباشد الزاماً از صحنه روزگار ناپدید خواهد شد. تاریخ ایران مملو از افتخارات و نابسامانی هاست. عبرت از گذشته میتواند به فضل خداوند بهترین رهنمون برای آینده باشد. اکنون میخواهم نظری به گذشته ایران بیاندازم، گذشته ای که هیچ کس نمیتواند بر آن خط بطلان بکشد. توانایی ها و خطرهای ناشی از موقع جغرافیایی ایران. ایران کشوری کهنسال است که تاریخش به اعماق قرون و اعصار میرسد. ایران در منطقه خاورمیانه واقع شده که گاهواره تمدن‌های بزرگ بوده است. کشور ما در تقاطع خطوط مواصلاتی میان اروپا، آسیا، شبه قاره هند و آفریقا قرار گرفته و با سه دریا، دریای خزر در شمال، خلیج پارس در جنوب غربی، دریای عمان در جنوب شرقی ارتباط دارد و از دریای مدیترانه که مرکز جهان متمدن غرب بوده است فاصله زیادی ندارد. چنین موقع جغرافیایی عامل مهمی در قدرت کشور ماست و ایفای نقش بزرگ کشورگشایی اشاعه تمدن و گسترش بازرگانی را در دورانهای درخشان تاریخ ما میسر و مقدور گردانیده است. چنین موقع جغرافیایی نیز عاملی در ضعف کشور ما بوده است. ایران فلاتی با محورهای شمالی، غربی، جنوبی و شرقی با دشتهای وسیع و صحراهای بزرگ و کویرهای نمکزار که از هر سو به وسیله جبال بزرگ احاطه شده، کوههای البرز در شمال، کوههای زاگرس در باختر و کوههای بلوچستان در جنوب خاوری، از چند شهر بزرگ چون اصفهان و کرمان که بگذریم، منطقه مرکزی کشور ما تقریبا خالی و کم جمعیت و فعالیت و ثروت و فرهنگ بیشتر در مناطق کناری متمرکز گردیده. به همین جهت است که در طی قرون و اعصار ایران پایتخت‌های بسیاری داشته که اغلب آنها در مرکز کشور واقع نبودند. پایتخت‌های مهم ایران قبل از تهران عبارت بودند از شوش، اکباتان، تخت جمشید، تیزپون و پس از اسلام اصفهان، شیراز، تبریز، اردبیل و قزوین. کشور ما در زمانهای انحطاط مورد حمله همسایگان خود قرار گرفته و در دورانهای اعتلا و عظمت بر اثر نیرو، تدبیر و درایت رهبران بزرگ وحدت ایران تأمین شده است. در دورانهای انحطاط همواره حملات خارجی با همدستی های دانسته و یا ندانسته در داخل کشور همراه بوده و بیشتر این همدستی ها از خارج الهام و نظم میافته است. بررسی اجمالی این رویدادها که جنبه افسانه‌ای یافته به درک بهتر دورانهای مختلف تاریخ ما کمک خواهد کرد. شاهنشاهان قهرمان کوروش، داریوش و خشایارشاه، حمله اسکندر مقدونی به ایران، رستاخیز ایران در زمان ساسانیان و حمله اعراب. در اثر نفوذ و رهبری دو قوم هندواروپایی، مادها و پارسها، پس از 2000 سال نبرد و تلاش، ایرانیان بر همه اقوام منطقه بین النهرین پیروزی و برتری یافتند. سلسله هخامنشی 559 تا 330 قبل از میلاد بزرگترین پادشاهی جهان را که از دریای سیاه تا آسیای مرکزی و از لیبی تا هندوستان گسترش داشت بنیاد نهاد. شاهنشاهی هخامنشی نخستین پادشاهی بزرگ و منظم جهان است که در آن یک رهبر، شاهنشاه ایران، بر اقوام و ملل مختلف حکومت می کرد. برای تأمین نظم و وحدت شاهنشاهی ایران، هخامنشیان بر سر هر ایالت فرمان روایی به نام ساتراپ گماردند. برای پست و مخابرات با نور شیوه های نو به کار بردند و نظام پولی مرتب، محاسبات عمومی و اوزان و مقادیر یکسان را به وجود آوردند. بدین سان ایرانیان به دنیای عهد عتیق نشان دادند که میتوان سرزمینی به آن وسعت را با نظم و ترتیب اداره کرد. رومیان در اداره امپراتوری خود
از بیشتر راه‌ها و روش‌های ایرانیان پیروی و حتی تقلید کردند. بنیانگذار شاهنشاهی ایران کوروش است که به حق وی را بزرگ لقب دادند. کوروش شاهنشاهی ایران را بر چند گونگی ادیان و رعایت عدالت بنیان نهاد. کوروش کشورگشایی بزرگ بود. ولی وی را می توان در حقیقت بنیانگذار فکر امروزی صیانت حقوق بشر نیز خواند، چرا که نخستین کس در جهان عهد عتیق بود که منشوری آزادمنشانه در این زمینه تدوین و اعلام کرد. اسرای جنگیر را آزاد ساخت و به سرزمین‌های خود بازگرداند و به حقوق و عادات و سنت‌ها و ادیان اقوام و مللی که شاهنشاهی ایران را تشکیل می‌دادند احترام نهاد. کوروش نه تنها دشمنان خود را عفو می‌کرد، بلکه مسئولیت‌های مهم به آنان تفویض می‌نمود. پس عجیب نیست اگر او را آزاد کننده ملل نام نهادند. سیاست کوروش بزرگ با خصلت‌ها و منش ایرانیان کاملاً هماهنگ بود و از آن الهام می‌گرفت. همه پادشاهان بزرگ ایران از سیاست آزادمنشانه و صلح‌جویانه پیروی کردند و ایران همواره یک کشور پناهگاه محسوب می‌شده است. کوروش بزرگ، داریوش و خشایارشاه شاهنشاهان قهرمان تاریخ ما هستند و در افسانه‌ها، ادبیات و هنر کشور ما مقامی بس والا دارند. اروپاییان در کتب تاریخ خود خواندند که داریوش در ماراتون و خشایارشاه در سالامین بر یونانیان پیروزی نیافتند. با این حال نباید فراموش کرد که ایرانیان قرنها بر منطقه دریای اژه و مدیترانه شرقی و سرزمین‌های یونانی بسیار تسلط داشتند. انحطاط هخامنشیان به پدیده‌ای شگفت آور انجامید. اسکندر مقدونی 356 تا 323 قبل از میلاد به ایران تاخت و بر همه سرزمین‌های شاهنشاهی داریوش تسلط یافت و در راه و رسم کشورداری از شیوه کوروش پیروی کرد. پس از مرگ اسکندر 13 ژوئن سال 323 پیش از میلاد، شاهنشاهی وی میان تنی چند از سردارانش تقسیم شد. اما برخلاف آنچه در بعضی کتب درسی غربی می‌خوانیم، یونانیان تمدن ایرانی را تحت تأثیر خود قرار ندادند و ایرانی یونانی نشد. درست است که ما در موزه‌ها چند اثر از دوران تسلط یونانیان بر ایران مشاهده می‌کنیم، ولی در حقیقت این اسکندر بود که تحت تأثیر و نفوذ تمدن ایرانی قرار گرفت و این پدیده بارها در طول تاریخ ایران تکرار شده است. ایران بارها به تصرف کشورگشایان خارجی درآمد، اما هر بار ایرانیان اصالت و فرهنگ و تمدن خود را حفظ کردند و هرگز پیرو راه و رسم خارجیان نشدند، بلکه همواره آنان را به راه خود آوردند. 250 سال قبل از میلاد مسیح پارت‌ها ایران را از بند یونانیان رهاندند و شاهنشاهی ایران را تجدید کردند و سلسله بزرگ اشکانی را تشکیل دادند که طی چند قرن از استقلال و موجودیت ایران در مقابل حملات خارجیان از جمله امپراتوری روم دفاع کرد و به پیروزی‌های بزرگ نظامی دست یافت. شاهنشاهی اشکانیان با پیروزی اردشیر بر اردوان پایان یافت و سلسله ساسانیان 224 تا 651 میلادی تأسیس شد. اردشیر از نگاهبانان معبد زرتشت بود و عظمت شاهنشاهی هخامنشیان را تجدید کرد. وی در تاریخ جهان دو نقش بزرگ دارد، یکی سیاسی و آن دیگر فرهنگی. ایران، این سرزمین آریایی، همواره سد راه نفوذ اقوام وحشی و نیمه وحشی به سوی غرب بوده است، ولی اقوام و ملل هندو اروپایی امپراتوری روم شرقی قدر این نقش را نشناختند و همواره در تضعیف ایران کوشیدند. هنگامی که سد ایران از میان برداشته شد، میان دنیای شرق و دنیای غرب خلأ ایجاد گشت که اعراب از آن استفاده جستند و سپس ترکان و مغولان آن را پر کردند و این وقایع برای همیشه مسیر تاریخ اروپای غربی و شرقی
روسیه و آفریقای شمالی را تغییر داد. از لحاظ فرهنگی، تجدید حیات ایران در زمان ساسانیان تلفیقی از فرهنگ‌های خاور و باختر به وجود آورد. شاهپور اول 241 تا 272 میلادی فرمان داد که همه متون دینی و فلسفی و طبی و اخترشناسی مهم جهان متمدن را گرد آوردند و به زبان پهلوی ترجمه کردند. همین متون بود که بعداً از فارسی به عربی برگردانده شد و پس از قرون 12 میلادی به زبانهای اروپایی ترجمه گشت و دانشمندان باختر زمین با فلسفه و فرهنگ یونانی آشنا شدند. به جرأت میتوان گفت که تجدید حیات فرهنگی غرب، رنسانس، بدون آشنایی با تمدن و فرهنگ یونانی که از طریق ایرانیان صورت گرفت یا تحقق نمیافت و یا صورتی دیگر میداشت. دورانهای طلایی نوین تاریخ ایران. در سال 652 میلادی اعراب به ایران حمله کردند و تسلط آنان بر کشور ما در حدود 200 سال طول کشید. اما در حقیقت ایرانیان اعراب را تحت نفوذ و سلطه خود درآوردند. ایرانیان از یک سو اصالت فکری خود را با تدوین اصول مذهب شیعه عنوان کردند و از پذیرفتن استیلای خلفای عرب سر باز زدند و از طرف دیگر فرهنگ غنی ایرانی را از دست برد و تسلط خارجیان نجات دادند. در زمینه سیاسی نقطه آغاز تجدید استقلال ایران قیام ابو مسلم خراسانی بود که با سپاهی از ایرانیان خاندان عباسی را که از احفاد پیامبر اسلام بودند به جای بنی امیه بر تخت خلافت نشاند و بغداد را پایتخت آنان قرار داد. در این زمان خراسان کانون اصلی فرهنگ و دانش ایرانی گردید. طاهریان در نیشابور و سپس سامانیان در سمرقند بر بخش بزرگی از شاهنشاهی دیرین ایرانی حکم فرمایی کردند و فرهنگ و تمدن ما را به اوج اعتلاء خود رساندند و دیلمیان در طول مدتی نسبتاً کوتاه وسعت شاهنشاهی ایران را تقریباً به مرزهای زمان ساسانیان رساندند. این عهد را میتوان عصر طلایی شعر فارسی نیز خواند. فردوسی 935 تا 1020 میلادی، حماسه سرای نامی ایرانی، سنایی، غزنوی، جلال الدین محمد رومی متوفی به سال 1273 میلادی و پزشکان و فیلسوفانی چون رازی و ابن سینا کمابیش از این دوره اند. تسلط تدریجی بازماندگان غلامان ترک بر ایران گرچه دورانهایی از قدرت به همراه داشت اما در حقیقت سرآغاز انحطاط بود که با حمله مغول به اوج خود رسید و بار دیگر ایران دستخوش تجزیه و نابسامانی فراوان گردید. آثار حمله وحشیانه مغول بر ایران قرنها به جای ماند. چنگیز و هولاکو بیشتر شهرهای ایران را به خصوص در خراسان ویران کردند و میلیونها ایرانی را از دم تیغ گذراندند. مؤسسات بزرگ فرهنگی ایران به دست نابودی سپرده شد و بخشی بزرگ از میراث علمی ایرانی و اسلامی منهدم گردید. مغولان زندگی ایلاتی را که با روح و سنت‌های ایرانی هماهنگ نبود در ایران گسترش دادند و سرانجام باقی مانده‌های تمدن و فرهنگ از سال 1383 میلادی به بعد به دست تیمور لنگ دستخوش تخریب و تاراج و انهدام گردید. مورخان نوشتند که تیمور در بغداد از 22,000 جمجمه کسانی که به قتل رسانده بود مناره‌ای ساخت و فقط به تنی چند از صنعتکاران نامدار زمان امان داد که آنان را نیز با خود به سمرقند برد تا به آبادانی و زیباسازی آن شهر بپردازند. فصل دوم، از توانایی تا بندگی. گرچه احتمالاً مورخان و افسانه سرایان در مورد فجایع تیمور لنگ راه افراط پیمودند، ولی تردید نمیتوان کرد که وی با خشونت و از طریق ارعاب و وحشت حکومت نمود. اما با تمام این فجایع ملت ایران بار دیگر قد علم کرد و رستاخیزی دیگر در
زمان شاهنشاهی صفوی 780 تا 1115 وقوع یافت. نخستین پادشاه صفوی شاه اسماعیل 856 تا 900 به نیروی اراده و شمشیر بار دیگر به وحدت ایران تحقق بخشید و با ازبکان در شرق و عثمانیان در غرب به جنگ پرداخت و به منظور تأمین یکپارچگی سیاسی و معنوی ایرانیان تشیع را به عنوان مذهب ایران اعلام و برقرار کرد. شاه عباس کبیر، اصفهان نصف جهان. شاه اسماعیل نتوانست در برابر تجاوزات پرتغالیان به فرماندهی آلفونس دالبوکرک ایستادگی کند و آنان بر جزیره هرمز و بخشی از سواحل جنوبی ایران تسلط یافتند. پس از سقوط امپراتوری روم، این نخستین بار بود که غربیان به ایران حمله می کردند و در حقیقت این رویداد را باید سرآغاز فصلی نوین در روابط ایران با کشورهای باختر و گرایش ایرانیان به سوی تمدن غربی دانست. شاه عباس کبیر 996-1008 از احفاد شاه اسماعیل صفوی بود که قدرت و عظمت ایران را تجدید کرد. گرچه شاه عباس نتوانست تمامی سرزمین بین النهرین را به ایران بازگرداند، اما اصفهان را پایتخت ایران قرار داد و صنعتگران و هنرمندان بسیاری را برای زیباسازی و جلال آن فراخواند و ارباب ادب و دانش و فلسفه را در آنجا گرد آورد. در زمان شاه عباس کبیر، اصفهان شهری بزرگ با 600 هزار تن نفوس بود، شهری زیبا که نصف جهانش می‌خواندند و این عصر را باید مخصوصاً دوران طلایی معماری ایرانی خواند. شاه عباس همچنین به شرکت‌های انگلیسی و هلندی و هند شرقی اجازه داد که تجارتخانه‌هایی در ایران بگشایند و به کمک انگلیسی‌ها در سال 1001 پرتغالیان را از هرمز راند، که البته این عمل شاید آغازی بر نفوذ بریتانیا در ایران باشد. از 1008 تا 1115 باز ایران با یک دوران انحطاط روبرو شد. عثمانیان و روس‌ها به ایران تاختند و حتی در سال 1403 بر سر تقسیم قسمتی از ایالات شمالی ایران با یکدیگر توافق کردند. در همین زمان بود که اشرف افغان در شرق ایران علم طغیان برافراشت و قسمت اعظم ایالات خاوری را تصرف کرد و به اصفهان رسید و در هر جا به قتل و غارت بسیار پرداخت. ایران بار دیگر دچار تجزیه و بحران شد و ایرانیان را نومیدی فرا گرفت. من بیشتر در خاطرات خود سرنوشت شوم و غمناک شاه سلطان حسین، آخرین پادشاه صفوی را یادآور شدم که چگونه در پایتخت خود اصفهان به محاصره راهزنان شورشی درآمد و به قتل رسید. در آن زمان آینده و سرنوشت ایران برای همه تاریک و نکبت‌بار به نظر می رسید.